سلام و درود به شما فارسی زبانان و هموطنان عزیز هر کجا این دنیا که هستید. آرزو نادری هستم و این برنامه از شهر پرت استرالیا برای شما تهیه شده. سال نو رو به همتون تبریک میگم و امیدوارم که امسال همه با هم با نوروز که پیام آور روزگاران نو هست همراه بشیم و دستی به باورها و افکار قدیمی و کهنه خود بکشیم و به سمت شناخت بیشتر خود حرکت کنیم. با شروع سال نو ما هم تصمیم گرفتیم که با کمک تلویزیون گوناگون یک سری برنامه جدید برای شما تهیه کنیم به اسم آگاهی و شکوفایی. این برنامه در حوزه خودشناسی هست و همون جوری که خواهید دید سعی می‌کنیم که با یک گفتگوی ساده، صمیمی و دوستانه قدم به دنیای درونمون بگذاریم و از این طریق کمک کنیم به شناخت بیشتر خود. من در این برنامه تنها نیستم. دوست عزیز و گرامی آقای ساسان حبیب‌وند، نویسنده و پژوهشگر حوزه خودشناسی هم همراه من هستند. ایشون در کارهاشون یک تعریف جدیدی از خودشناسی به نام خودشناسی خردگرا ارائه دادن که حالا بیشتر باهاش آشنا میشیم. آقای حبیب‌وند سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشین. ممنون میشم که یک توصیه مختصری راجع به خودتون برای بینندگان بفرمایید. منم سلام عرض میکنم به شما و همه دوستان خوبی که هر جای دنیا ما رو میبینن. امیدوارم که شاد و شکوفا باشن و سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشن و روزها و سالها و روزگاران خوبی رو هم در پیش داشته باشن. همینطور تشکر میکنم از تلویزیون گوناگون که این فرصت ارزشمند رو در اختیار ما گذاشتن که با این برنامه و با این پیام به خونه های مردم بریم و بتونیم این مبحث ارزشمند و مهم خودشناسی رو تا حد امکان به همه بشناسونیم. همونطور که فرمودید من در حیطه علوم انسانی در واقع کار میکنم و عمدتاً حوزه خاص علاقه من خودشناسی هست و روانشناسی. البته در سال گذشته دو کتاب در با موضوع خودشناسی و آگاهی منتشر کردم که هم در استرالیا و هم در خارج از استرالیا با استقبال زیادی روبرو شد. این که میگم خارج از استرالیا چون توضیح خواهم داد کتاب‌ها به صورت آنلاین و اینترنتی هم قابل دسترس هستند. خوشبختانه کتاب‌ها خیلی مورد استقبال قرار گرفت و حالا بازم اگه سوالی دارین من در خدمت هستم. اگر اجازه بدیم من اسم کتاب ها رو بگم. این دو کتاب به اسم بندباز و از رنج تا رهایی هستش. آقای حبیب‌وند، من با کتاب بندباز شما ارتباط خیلی زیادی برقرار کردم چون این کتاب به صورت داستانی صمیمی و ساده و خیلی آشنا سعی کرده لایه‌های وجود انسان رو یک به یک بشکافه و خواننده با خوندن این کتاب اصلا خودش نمیفهمه، به صورت کاملا تدریجی به یک تحول و تولدی دوباره میرسه. دوست دارم که یه توضیح کوتاهی خودتون در این زمینه بهم بدین. مرسی از دیدگاه مثبتتون، امیدوارم واقعا همینطور باشه. بله، کتاب بندباز یک رمان هست با یه حجم حدود 350 صفحه که در حقیقت خواننده رو به یک سیر خودشناسانه میبره. خواننده با خواندن کتاب، با شروع کتاب بندباز در حقیقت یک سیری میکنه در گذشته خودش، حال خودش و آینده خودش و نگاه میکنه به باورهاش، به چگونگی شکل گرفتن باورهاش و چیزهای خیلی جدیدی رو که تا به حال خیلی وقتا جلوی چشمش بوده ولی اونا رو نمیدیده کشف میکنه و از این طریق در واقع به یک کشف نوعی از خودش دست پیدا میکنه. یک خصوصیتی که سعی کردم در کتاب بندباز رعایت بشه این هست که کتاب بندباز به جای اینکه مجموعی از گفته‌ها یا اطلاعات رو در اختیار بیننده یا خواننده بگذاره، خواننده رو با یک سری از حقایق روبرو میکنه و خواننده در این کتاب
به همراه نویسنده به یک سفری میره که در این سفر خیلی چیزها رو خودش با چشم خودش میبینه و خودش کشف میکنه و این ویژگی بوده که خیلی سعی کردم تو کتاب بندباز و توی کارهام در واقع رعایت کنم. من نمیدونم شما یادتون هست یا نه، خیلی زمانهای نمیدونم، من فکر میکنم نوجوان بودم، یه برنامه من که اصلا به دنیا نیومده بودم یک برنامه ای از تلویزیون پخش میشد به اسم چقدر همدیگر رو میشناسیم. یه سری زوجهایی رو میووردن، در پشت ازشون یک سری سوالای ساده ای رو میپرسیدن، مثل سوالایی مثل چه غذایی دوست داره شوهر شما، چه رنگ مورد علاقش چیه، موسیقی مورد علاقش چیه، بعد اینها رو با هم رو در رو میکردن و اگر جواب درست میداد میگفتن که خب جایزه شما بردین و همدیگر رو خیلی میشناسین. یه سری از ماها فکر میکنیم که خودشناسی شاید شبیه این باشه انقدر ساده و ظاهری. من چند وقت پیش در جمعی از دوستان بودم، یکی از دوستان در واقع داشتیم راجع به خودشناسی و اینکه چقدر خودمون رو میشناسیم صحبت میکردیم. یکی از دوستان گفتش که من خب خیلی خودم رو میشناسم، بر اینکه مثل همین مسابقه گفتش که من رنگ مورد علاقم اینه، غذای مورد علاقم اینه و یه ذره که جلو رفت خب من آدم اجتماعی هستم، زود رنجم، به این صورت خودش رو معرفی کرد. و یکی از دوستان بهش گفتش که تو خیلی داری اشتباه میکنی، خودشناسی اینقدر ظاهر نیست، من بعد این همه مدت هنوز نتونستم خودم رو بشناسم، خودشناسی خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. حالا من میخوام شما خیلی ساده برای تمام کسایی که الان واقعا نشستن خود که هی حرفشو میزنن، چیه، کیه خود ظاهریمونه که ما میشناسیم یا یه چیز دیگه است که ما اصلا هنوز ازش خبر نداریم و شاید اصلا ازش خبردار نشیم؟ ممنون میشم اینو یه توضیح بدین. عرض کنم که بله، متاسفانه ما خیلی وقتها یک چیزی رو ازش شناختی نداریم و این زیاد مهم نیست، ولی فکر میکنیم که شناخت داریم و اینه که مهمه، اینه که مشکل ایجاد میکنه. یعنی ما یه چیزی رو نمیدونیم و فکر میکنیم میدونیم. اگر ما میدانستیم که نمیدانیم میرفتیم دنبال این که اینو کشفش کنیم، ولی چون فکر میکنیم که میدونیم دیگه دنبالش نمیریم. بله، متاسفانه خودشناسی حالا یا بد معرفی شده یا اصلا معرفی نشده، نمیدونم، به هر حال خیلی بد جا افتاده و خیلی‌ها فکر میکنن که خودشناسی در حد همینه که شما به قول شما مثلا بدونی که چه رنگی دوست داری، چه غذایی، یا یه سری خصوصیت‌های عاطفی و رفتاری اینا رو بشناسی. البته نه اینکه اینا جزء شناخت خیش نیست، ولی خودشناسی مفهوم خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تری از این داره. در درجه اول خودشناسی در واقع یعنی نقد خیش، یعنی که شما با یک سری باورها و طرز فکر و نگرش خاصی دارید به دنیا نگاه میکنید، در مورد خودتون قضاوت میکنید که من اینجور آدمیم، در مورد رفتارها قضاوت میکنید، فلانی این کارش خوب نبود، فلانی این کارش خیلی خوب بود، فلان رو دوست ندارم، آدم نقطه چینیه، اینطور آدمیه، مثلا فلان رو دوست دارم. یعنی شما مجموعه از قضاوت ها و نگرش ها و احساسات و رفتارها دارید که همه اینها روبناست. زیربنا چیه؟ زیربنا نگرشی که شما به دنیا دارید، زیربنا در حقیقت اون معیارهایی که شما باهاش مردم رو قضاوت میکنه. شما یه سری باورها دارید، یک سری در حقیقت مثل یک کسی که یه ترازوی داره، اینجوری براتون بگم، مثل کسی که یک ترازوی بهش ارث رسیده و همه چیز رو با این ترازو وزن میکنه و بعد رأی صادر میکنه، این وزنش کمه، این وزنش زیاده، این اونجوری که باید باشه هست، اونجوری که باید باشه نیست. ولی خیلی به ندرت این فرصت، یا شاید هیچ وقت این فرصت براش پیش نمیاد که بپرسه خود این ترازو چقدر درسته، خود این ترازویی که من به ارث بردم اصلا کی اصلا این ترازو رو آورده رو دوش من گذاشته یا توی زندگی من وارد کرده.
از کجا اومده و از کجا معلوم این ترازو قابل اعتماده، از کجا معلوم داره درست نشون میده همه چیز رو به من. خودشناسی یعنی نقد اون نگرشی که شما باهاش دنیا رو میبینید. به عبارت دیگه ما در خودشناسی یک بار، شاید هم برای اولین بار، به جای این که با باورهامون به دنیا نگاه کنیم، به باورهامون نگاه میکنیم. به جای این که با قضاوتهامون آدمها رو بسنجیم، حدیده ها رفتار ها رو بسنجیم، قضاوت هامون رو مورد سنجش قرار میده. به جای اینکه با فرهنگمون در مورد این اون قضاوت کنیم، فرهنگمون رو مورد قضاوت قرار میدیم. من یه جا گفتم خودشناسی به زبان انگلیسی یک پدیده متاکاگنیتیوه، یعنی فرانگرشی. نمیخوام لغت ثقیل استفاده کرده باشم. فرانگرشی یعنی چی؟ یعنی که شما یک نگرشی دارین که باهاش به همه چیز نگاه میکنید، ولی خود این نگرش رو هیچ وقت نقد نکردین. خودشناسی بود خود این نگرش رو نقد میکنه و بعد اینجاست که اتفاقات خیلی بزرگی میفته. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق این هستش که شما از زنجیر بسیاری از عقاید و افکار تحمیلی که اصلا مال خودتون نبوده رها میشید و به یک باور مستقل میرسید. شما به یک اندیشه خودگزیده به اصطلاح میرسید، یعنی خودتون اون دیگه شما هستید که واقعا دارید میبینید و رأی میدید. بین صحبتاتون من بعضی وقتا توی موقعیت‌های قرار میگیرم که یک رفتارهایی ازم سر میزنه که احساس میکنم که خب من الان چرا یهویی در این شرایط غمگین شدم، چی شد که من فلان قضیه باعث شد که من ناراحت بشم یا اینقدر راحت خوشحال بشم. من فکر میکنم اگه درست فهمیده باشم، منظور شما این هستش که ما بدونیم چرا اینطور فکر میکنیم، چرا، یعنی خودمون در اختیار خودمون باشیم، یعنی احساساتمون، حالتهامون، باورهامون دست خودمون باشه و ازش خبر داشته باشیم، که آگاه باشیم که چرا من الان دچار یه همچین حسی شدم. بله بله. ببینید این مثال رو من آوردم قبلا. ذهن ما در حقیقت مثل یک انباری میمونه که از کودکی پدر، مادر، خاله، مدرسه، فرهنگ، هر کس از راه رسیده در انباره رو با کده یه چیزی انداخته توش و در نتیجه خب این اتفاق هم زمانی افتاد که ما خیلی کوچیک بودیم، ما اختیاری نداشت، اصلا نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته و حالا که بزرگ شدیم این انباری ذهن ما پر از خرت و پرته، پر از اندیشه خاله و سلیقه عمه و نمیدونم گفته بابام و احساسات مامانم و مدرسه و چیزهای دیگه. اینا ذهن من پر کرده و من دارم با اینها زندگی میکنم، دارم با اینها قضاوت میکنم، بر اساس اینها نسبت به مردم احساس پیدا میکنم، حتی نسبت به خودم. و خب ببینید این مبنای زندگی منه، یعنی من تمام زندگی میتونم ستون استاده ولی متوجه نیستم. میدونید سنگ بنای زندگی من، فونداسیون زندگی من یه چیز قرضی و تحمیلی و تزریقیه، ولی من دارم روی رونما کار میکنم، هی با فونداسیون کاری ندارم. تمام زندگی ما، قضاوت های ما، احساسات ما ناشی از نوع نگرش ماست، ولی خود این نگرش از کجا اومده. و بله همونطور که گفتید کاملا درسته، یعنی ما در خودشناسی این باورهای تحمیلی رو یک بار همه رو نقد میکنیم، میسنجیم و خیلیش رو بیرون میریزیم، باورهای نوعی جایگزینش میکنیم و از این طریق به یک آزادی و آگاهی درونی میرسیم، یک شادمانی درونی میرسیم، شادمانی که از درون به جوشه پایدار و خلل ناپذیره. مولانا میگه که راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حصون، آن یکی در کنج زندان مست و شاد، وان دیگر در باغ ترش و بیمراد. ببینید میگه شادمانی یک چیز درونیه. البته ما نمیخوام عوامل بیرون رو انکار کنیم، ما نمیگیم که مثلا فقر هیچ اهمیتی نداره یا چه میدونم محیط زندگی اهمیتی نداره، اینا رو ما نمیگیم، ولی ریشه و اساس درونه.
ببینید در درون شما یک خودی نشسته که هر اتفاقی در بیرون میفته از فیلتر این خود باید رد بشه. حالا مهم نیست این اتفاق خوبه یا بده، مهم اینه که خود چه تفسیری از این اتفاق داره و احساسات شما تابع اون اتفاق نیست، تابع تفسیر اون خوده. به خاطر اینکه شما دو نفر رو میبینید به قول مولانا که نشستن در یک جای واحد و یکیشون مثلا توی باغ خیلی زیبا، یکیشون خیلی غمگینه، یکیشون خیلی خوشحاله، خب یکیشون میگه این باغ هیچ زیبایی مثلا به نظر من نداره، چون اون آدم فیلتری به نام خود اجازه نمیده که از اون زیبایی استفاده بکنه. کتاب دوم شما کتاب از رنج تا رهایی هستش. دوستان این کتاب شامل یک سری پرسش‌های کلیدی هستش که از نظر من روزانه هممون این پرسش‌ها کم و بیش از ذهنمون می‌گذره و خیلی پرسش‌های ساده‌ای هستش و خیلیامون دنبال پاسخش می‌ریم، ولی متاسفانه بعضیامون هم از کنارش ساده رد میشیم و اون رو به جامعه، پاسخش رو به جامعه و عوامل خارجی و به قول کتاب بندباز شما به اتوریته ها میسپاریم. از نظر من کتاب از رنج تا رهایی هنر فکر کردن رو به خوانندگان یاد میده، اونم تو دنیایی که انقدر دچار روزمرگی و مشغله های مختلف هستیم که کمتر وقت پیدا میکنیم که بشینیم و یه ذره فکر کنیم. و با خوندن پرسش های این کتاب در نهایت خود خواننده پاسخ رو با کمک شما پیدا میکنه. ممنون میشم یک توضیح کوتاهی راجع به این کتاب از رنج تا رهایی بدید. بله، اگر اجازه بدین من از لابلای حرفای شما یک نکته رو بیرون بکشم و بعد جواب سوالتون میدم. اون چی که شما بهش اشاره کردین که گفتید با سوالاتی ما مواجه میشیم که اونها رو خیلی وقتا ندیده میگیریم، چشم بر اونها میبندیم و دنبال جوابش نمیریم و یا جوابش رو میسپریم که دیگران برای ما، محیط برای ما تعیین بکنه، خیلی نکته مهمیه به نظر من. اسم اینو من گذاشتم با استخوان لای زخم زندگی کردن. خیلی از ما با استخوان لای زخم زندگی میکنیم، یعنی این که ببینید خودشناسی، سوالاتی که مربوط به خودشناسی هست، حالا توی بحثامون بهش مفصل خواهیم پرداخت، سوالات خاص و تخصصی نیست، سوالاتی است که مربوط به زندگی ما، مربوط به هر لحظه عمر ما، مربوط به تمام قضاوت‌های ما، احساسات ماست. وقتی که شما این سوالات رو جواب نداده میگذارید و ازش رد میشید، اون مسئله حل نمیشه، اون مسئله وجود داره و فقط تبدیل به یک رنجی میشه که در وجود شما باقی مونده و شما دارید فقط انکارش میکنید. اینو من بهش میگم استخوان لای زخم گذاشتن، که به نظر من خیلی اشتباه است. یعنی انسان باید تکلیفش رو با مهمترین چیزهای زندگی روشن بکنه، نباید مثل یک کسی باشیم که توی جاده‌ای داره رانندگی میکنه و دائم تردید داره که این جاده داره واقعا رو به مقصد میرسونه یا نه، و علارغم این تردید بازم داره گاز میده و جلو میره. خب این اشتباس. اما سوالی که در مورد کتاب از رنج تا رهایی پرسیدین، بله، از رنج تا رهایی یک جوری تتمه یا تکمیل کننده کتاب بندباز هست، گرچه من رو مکرر گفتم که هر دو کتاب به گونه‌ای نوشته شده که خواننده میتونه به طور مستقل اونا رو بخونه و کاملا متوجه بشه و قطعا ضرورتی نداره که هر دو کتاب رو بخونه، ولی به هر حال کتاب بندباز و از رنج تا رهایی بر روی هم یک دوره خودشناسی رو تشکیل میده که البته من کتاب سومی رو میخوام بهش اضافه بکنم، یه جوری تریلوژی تشکیل میشه، ولی به هر حال در حال حاضر این دو تا کتاب تکمیل کننده همدیگه هست. شما وقتی که کتاب بندباز رو میخونین، بازخوردی که از خواننده ها من گرفتم اینه که سوالات بسیار زیادی جواب داده میشه، سوالات خیلی بیشتری دوباره تولید میشه، ایجاد میشه، و من چون رو خیلی زود متوجه شدم کتاب از رنج تا رهایی رو تألیف کردم که در قالب یه تعداد گفتار، 15 گفتار در واقع به بسیار از این سوالها جواب میده و سعی کردم که اونجا بیشتر به یک جوابهای به اصطلاح خیلی کاربردی تر در حقیقت و ملموس تر برای زندگی روزانه بیشتر اونجا جوابها رو مطرح بکنم و تا جایی که ممکن بوده به یک سری از این سوالها پاسخ بدم. حتی یک فصل هم در آخر کتاب اصلا به پرسش و پاسخ اختصاص داره که
اونجا سوالاتی رو که در طول زمان از خواننده ها و دوستان مختلف ما دریافت کردیم اونجا اینها رو من منعکس کردم و جواب دادم. خب از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه در هفته آینده روز جمعه توجه بفرمایین و با ما باشین. خب خسته نباشین.